خب سلام عرض میکنم خدمت همه بچه ها، رفیقا، دوستای خوب. امیدوارم حالتون خوب باشه. مجید قفلی هم با یک کلیپ آموزشی دیگه که یه دستور خیلی جالب میخوام بهتون بگم که چند وقتی است که از توی تولوار ماتریکس این قسمت پاک شده و خب اومده توی این تولوار بالا، یعنی توی این تولوار بالا بود، حالا اینجا هست شده که به جاش تی اس پی لاین اومده به نام تارگت. این بچه ها میخوام یه دایره براتون بکشم. من از امد الیپس بیزی استفاده نمی کنم که اینجا ببینید با این دوتا مربعی که بچه این گوشه میبینی، این چپ و راست، شیفتو که نگهداری کلی براتون جا به جاش میکنه. شیفتو که نگه ندارین تو همون راستای خودش. اوکی، من از امد بیزی نکشتم که این نکترم بهتون بگم. خب ما آرک دایرکشن رو برمیداریم بچه ها. یه آرک اینجا میزنیم، حالا این شکلی، مهم نیست. بعد این تاپ کرو رو برمیداریم، میایم از اینجا به اینجا به اینجا یه کرو این شکلی میزنیم. خب ما به خاطر اینکه اینو بتونیم بچه ها نتورکش کنیم، نتورک قاعدش اینه که باید 4 تا کرو جدا به این سطح مقطع داشته باشیم. خب بعد چی کار کنیم؟ بعد بیایم این کرو رو اسپلیتش کنیم، نقطه ای مثلا میگیم با این نقطه از هم جداشون کن، این دوتا رو هم توی دوباره پوینت این نقطه از هم جدا شد. اوکی، حالا ما 4 تا کرو جداگونه داریم بچه ها که 4 تا کرو رو با سطح مقطعمون بگیریم. میام سرفیس، اولین گزینه، ردیف اول، کرو نتورک رو میزنیم و میبینیم که خیلی راحت اینو رو ما میده. اوکی، حالا نقطه‌ای که این وسط هست چیه بچه ها؟ ما کرومون رو داریم، حتی کنترل پوینت رو هم روشن کنیم میبینیم که هیستوریمون هم پاورجاست، خیلی کارا میتونیم بکنیم، ولی اون چیز جالبی نمیشه که شما بخواید باش کار کنید. ببینید شما یه نقطه رو اگه بخواید بردارید یه کرو نمیتونید، بعد اون نقطه رو تو 4 تا کرو با هم دیگه همزمان بگیرید تا بتونید شکلتون رو یه خورده تغییرش بدین یا اون کاری که دوست دارین انجام بدین. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما همه اینا رو پاک میکنیم، دوباره واسه اینکه ببینید یه دایره دیگه میزنیم بچه‌ها. باز دوباره این دو تا گوشه رو میگیریم، یه گوشه رو البته بدون اینکه شیفت رو نگه داری بیاریم. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میایم توی تولبار بالا این قسمت بلند، این تارگت بچه ها بهتون گفتیم، میایم تارگت گذاری میکنیم، هدف میذاریم، یه دونه، دوباره کلیک راست، میایم کواد، یه دونه یه دونه یه دونه، ما 4 تا کواد میذاریم، یه دونه هم وسط میذاریم، این یه دونه رو کوچولو میکشیمش بالا. خب حالا این خودش دستوری دوباره داخل قسمت بچه ها بلند داریم که این کرو، این کرو رو روش کلیک میکنیم، میگیم این تارگت به این تارگت برامون کرو میزنه، دوباره این تارگت به این تارگت برامون کرو میزنه. این کارو برای این 4 تا نقطه انجام میدیم، اینم از این. اوکی، حالا ببینیم ما بیستوریمون هم بچه روشنه. اوکی، نقطه خیلی خفن. حالا یه دستور دیگه باز میخوام اضافه کنم به این ماجرا، اینه که اینجا داخل قسمت بلند بچه ها شما یه گزینه داریم به نام تاگل. خب مثلا این کروا میبینی اینجوری خود شکلش اون چیزی نیستش که دوست داشته باشیم، میایم کروا میگیریم، این تارگت هم میگیریم، شروع میکنیم به کلیک راست کردن یا روی دستور هم میتونیم کلیک کنیم. ببینیم شیپ رو برای ما اون چیزی میده که دوستش داریم، خیلی شکل ها میده، شما هر کدوم دوست دارین انتخاب کنید. من این کارو میکنم به خاطر اینکه آخرش میخوام براتون توضیح بدم. خب دوباره تارگت رو میزنیم، میگیریم تارگت و کرو و ردش کردیم، دوباره میزنیم، ببینید بچه ها شد همون چیزی که دوست داریم. حالا اینجا این قسمت پایین اینجا مشکل داره دیگه، دوباره تارگت رو کلیک میکنیم، این کرو با این قسمت میگیریم. اوکی، میذاریم تا ببینیم میده بهمون شکل یا نه، که حالا من امیدوارم نده، که خب داد. اون یه دونه دیگه اشتباه کرد، اون یه دونه دیگه رو بچه ها با یه کار دیگه میخوام انجام بدم که یه دستور دیگه هم بهتون بگم که اونم خیلی دستور به درد بخوره. اوکی، خب اینم درست شد، کلیک میکنیم. حالا فکر کنیم که ما این شکلی که میخوایم اینجوری در نمیاد، چی کار میتونیم بکنیم با این کرو بچه ها؟ دوباره داخل قسمت بلند که بریم، یه قسمتی داره بنا فاین تیون، روش کلیک میکنیم، میایم رو خط کلید میکنیم، دو تا نقطه بمونه A یا B، ما B رو انتخاب میکنیم، کانتینیو. حالا شروع میکنیم توی مثلا نمایی که دوست داریم همون شکلی رو بهش میدیم که مثل شکل روبرونه، مثل کرو روبرونه. اوکی، ما الان 4 تا رو داریم، 4 تا کرو جداگونه، کرو
چی گفتم؟ خب چهار تا کرو جداگونه که هیستوریمون هم روشنه. خب ما خیلی راحت میتونیم کروا رو بگیریم بچه ها و سطح مقطع دوباره رو دستون رو نتورک کلیک میکنیم و مثل آب خوردن بسمون اینو رو میزنه. حالا نکتش کجاست؟ نکتش اینه که بچه شما با تارگت ها خیلی راحت هر کار دلتون بخواد میتونیم بکنیم، هر کار. و اینکه جسممون به هم نمیریزه، شیپش دفورمه نمیشه. اوکی، ببین الان مثلا شما اینو بردارین هر کار دلتون میخواد بکنید، یه زوایای عجیب غریب برای خودتون درست کنید، این میتونه خیلی توی حالا کشیدن بازوی انگشتر، یه سری طرحهای کوچولو موچولو مثلا بخوایم بزنید واسه اینکه جونم براتون بگه، طرحهای عجیب غریب روی بازو بخوایم در بیارین کوچولو موچولو، خیلی کمکتون میکنه. و این فوق العاده است این دستور. من ندیدم کسی این دستور رو آموزش بده، امیدوارم که باشن کسایی که این دستور رو بهتون بگن، چون خیلی دستور به درد بخورید. و همین، امیدوارم که استفاده کنین، خیلی دستور خوبیه بچه ها. به این فکر نکنین که آی من میخوام تارگت بذارم زمان میبره، نه اتفاقا شما زمانی که این کار رو بکنین شاید مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه اولش زمان بیشتر ازتون بگیره، ولی در انتهای کار انقدر مسیر براتون راحت میکنه که خودتون متوجه ماجرا میشین. این هم دستور تارگت و حالا چند تا دستوری که داخلش بهتون گفتم. یکی تارگت بود بچه ها، یکی خود کرو بود که بین تارگت ها کرو برمون میزد، اون یکی فاین تیون بود که دوتا نقطه بهمون داد A و B، و تاگل که از کرو و تارگت برای ما کروی که دوست داشتیم با شکلی که دوست داشتیم میساخت. این چند تا دستوری بود که الان بهتون گفتم. و نتورک هم که بهتون گفتم، چهار تا کرو جداگونه باید داشته باشیم و یه سطح مقطع. شما هزار مدل میتونین کرو داشته باشین و یه سطح مقطع، و یعنی هزار مدل یعنی که 4 مدل کرو داشته باشین که خیلی عجیب غریب باشه. حتی بعضی موقعا نتورک بیشتر از 4 تا کرو هم براتون این کار انجام میده. حالا قطعا یه روز اگه چیز زیاد سختی نیست، ولی اگه دوست داشتین بهم بگین، کامنت برام بذارین، صحبت کنیم با هم دیگه در مورد این ماجراها و بیشتر بتونیم هم دیگه انتقال اطلاعات بدیم. حتما کانال یوتیوب و اینستاگرام رو با هم دنبال کنین، چون مطمئنم اتفاقات خوبی تو این دو تا قسمت با هم میفته. امیدوارم که دستور به دردتون خورده باشه. بچه بازم میگم مثل همیشه، تمرین کنین، بهتر کنین و کلی عشق کنین. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدارتون باشه.